وزارت کشور کویت طی بیانیه ای از خونساسازی سه طرح تروریستی داعش در داخل و خارج این کشور و دستگیری عاملان آنها خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت ای در این بیانیه درباره پرونده نخست آمده است که سرویس های امنیتی زیراب توانستند تلال نای فرجا شهروند این کشور و متولد سال 1998 میلادی را پیش از تکمیل جنایت دستگیر کنند و قصد داشته یکی از مساجد شیعیان در استان ساحلی حولی و همچنین تأسیسات وزارت کشور کویت را هدف انفجار تروریستی قرار دهد اداره کل روابط و اطلاع رسانی امنیتی وزارت کشور کویت درباره پرونده دوم نیز اعلام کرد پس از تلاش های مستمر و با وجود شدت عملیات تروریستی در منطقه مرزی میان عراق و سوریه سرویس های امنیتی موفق شدند علی محمد عمر متهم تروریستی کویتی را بازداشت کنند و به این کشور بازگردانند این دو تروریست در اعترافی مبسوط بیان کردند که بسیاری از اقدامات تروریستی را پشتیبانی لوجستیکی هدایت و حمایت کردند در پرونده سوم نیز به دو شهروند این کشور به نام مبارک فهد مبارک و عبدالله مبارک محمد و دو متهم دیگر که از اتباع یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و یک کشور آسیایی بودند اشاره شده که از آنان دو قبض سلاح مقادیری مهمات گلوله و دو پرچم داهش به دست آمده است تن از اعضای این هسته تروریستی دستگیر شدند ولی تروریستی که تبعی یکی از کشورهای حاشی خلیج فارس بوده موفق به فرار شده است اداره کل روابط و اطلاع رسانی امنیتی وزارت کشور کویت در پایان بیانیه خود تاکید کرد که سرویس های امنیتی این کشور تمامی متهمان هر سه پرونده را به نهادهای زیرابت تحویل دادند